سلام شاگردای عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشید. امید که درس گذشته را گرفته باشید. میپردازیم به درس امروزی خود. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما استفاده کامپیوتر در بانکداری یا این بانکینگ. Computers are used in banks to do the following tasks. اول، operate ATM and provide internet banking facilities. Number 2, keep records of account holder, include details of money deposit or withdrawn from any account. Number 3, do online inquiry of a customer account balance. Number 4, update the account balance and calculate interest. Number 5, verify the check of customers. In office, computers are used in office for the following purposes. Number 1, make and keep records of office document. Maintain employees' personal and salary records. Communicate important information through email. Type and print office documents. شاگردای عزیز، من با معنا و تشریح درس امروزی ما، این بانکینگ در بانکداری یعنی استفاده کامپیوتر در بانکداری. Computers are used in bank to do the following tasks. Computer در بانک ها استفاده میشه برای ماموریت پایینی. Number 1, operate ATM and provide internet banking facilities. اداره ساختن ماشین ATM و همچنان مهیا ساختن اینترنت برای بانک یا برای بخش banking. Keep records of account holders, include details of money deposit or withdrawn from any account. نگهداری معلومات در معلومات دارنده حساب و بشمول include details of money deposit و شمول پیسه که سپرده شده با بانک اور withdrawn from any account و یا همچنان صرف نظر کردن از کدام اکانت یا هر اکانتی که باشه. یک اکانت از کنسل میشه یا لغو میشه، دو صورت هم از کامپیوتر استفاده میشه. اینجا ذکر میکنیم که ماشین ATM چی است. سوال پیدا میشه. Automatic teller machine یعنی ATM در زیادتر مارکت ها، سوپرمارکت، مغازه ها و همچنان در بانک ها از این ماشین ها استفاده میشه. ماشین های هستند که کارت های بانکی را میشناسن و مطابق آن برای شما چی میکنن، پیسه از طریق حسابتان برتان میدن. Do online inquiries of customers' account balance. رسیدگی آنلاین و مشترکین و حساباتش یا میزان حساباتش. Update the account balance and calculate interest. Update کردن میزان حسابات و همچنان حساب نمودن چی سود. و همچنان آخرین افشانی که در بانکینگ verify the checks of customer.
بررسی چک های مشترکی مشترکینی که چک میارن از یک نهاد بر پیسه کشیدن، اینجا هم ای چک ها توسط کمپیوتری چی میشن بررسی میشن. من در پایین عنوان دوم ان آفیس در دفاتر کمپیوتر آر یوزد ان آفیس فار دا فالوینگ پرپوزز. کمپیوتر در دفاتر استفاده میشه برای مقاصد پایینی. نمبر اول، میک اینڈ کیپ ریکارڈز آف آفیس ڈاکومنٹس، جور کردن و همچنان نگهداری تمام ریکارد ها و ڈاکومنٹ ها یا اسناد های چی دفتر. مینٹین امپلائیز پرسونل اینڈ سیلریز ریکارڈ، ترتیب ساختن معلومات شخصی و همچنان معلومات معاشات کارمندان. کمیونیکیت امپورٹنٹ انفارمیشن ترو ایمیل، تبادله ساختن معلومات مهم توسط ایمیل یا الکترونیک میل، نامه‌های برقی از طریق کمپیوتر انجام میشن. ٹائپ اینڈ پرنٹ آفیس ڈاکومنٹ، ٹائپ کردن، نوشته کردن و همچنان پرنٹ نمودن اسنادهای دفتر. در این موارد ما در دفتر از کمپیوتر استفاده میکنیم و زیادتر آن که اینجا ذکر نشد و همچنان در بانکینگ هم مواردی بودن که ما خواندیم که ما میتونیم از کمپیوتر در این موارد استفاده کنیم. بخش تیوری درس امروزی ما با همین جا بود. تا درس بعدی انشاءالله با عنوان جدید خدمت شما حاضر میشه. من در بخش پرکتیکل چند آپشن های مهمه که ما روز مره استفاده میکنیم و ضروری است ما او را میخوانیم. سیستم درس ما این است که ما باید هم آپشن هایی که زیاد ضروری است در زندگی روزمره ما در دفاتر و زیادتر جای ها ما میتونیم از این آپشن ها باید یاد داشته باشیم. در دیمس آپشن های را خوانده نم امروز در ستارت. در ستارت هم بعضی از آپشن های مهمی که او روز ما خوانده استفاده کردیم. دیگر کدام افشن مهم؟ مثلا یک افشن دیگر اینجا است Use Start Full Screen که ما میتونیم Start منوی خود را مکمل سکرین استفاده کنیم، چون این افشن باید به این شکل نباشه، این آف سیست. اگر شما خواسته باشین میتونین این را آن بسازین. تاسک بار که از چند افشان های مهم در تاسک بار داریم، اول افشان یه نست که لاغ در تاسک بار. تاسک بار باید چی باشه؟ لاغ باشه. اینی صحیح ما باید چی باشه؟ لاغ باشه، یعنی شور نخورار کدر تیره مکش کنم وی باید از جای خود بیجای نشه. و اگر این لاغ آف باشه ما میتونیم که تاسک بار خود را چی کنیم؟ حرکت بدیم. بشکر and they just double arm اور پس ایرا اترال پایین ہے. خوب است کی این افشانی موچی باشا آن باش کی لاغ باش. افشانی بعدی که از اٹومیٹکلی ہائیڈ دا ٹاسک بار اینڈ ڈیسکٹاپ موڈ. وقتی که ما در دسکتاپ باشیم تازوار ما به شکل اتومات او را چیکو هاید بساز. فعلا آف است، اگر آن باشه تازوار ما چی میشه؟ هاید میشه. ببین بشه هاید شد یا نشد و ای را آف میساز که هاید نباشه، چون ما زیادتر چیزها از تازوار استفاده میکنیم زیاد.
ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार एंड टैबलेट मोड कंप्यूटर है कि टच स्क्रीन आता वो वक्त कि मो از تبلت مود یا از مود تبلت یا آیپاد و غیر از که هستن ما وقتی که دو مود کار میکنیم یا تچ سکرین کار میکنیم نو تاس باری ما را چی کو هاید بسوز بشه وقتی که در تبلت مود ما میریم تاس باری ما چی میشد گم میشه و اگر ای آب باشد تاس بار گم نمیشه دیگه اپشن است یوز سمال تاسک بار بٹن ای آن است فیلن تاسک بار بٹن های تاسک بار کوچک است اگر ای آف باشه تاسک بار ما به شکل بزرگ بر ما نشان میده خب ایره چی میکنم؟ آن میسد خب چند عنوان که ذکر شد در بخش تاسکوار مهم است ضروری است ما او را خواندیم و یک اپشن دیگه که در پایین است چند اپشن های مهم است انشاءالله ای را در درس بعدی دنبال میکنم خوب شاگرد عزیز درس امروزی ما به پایان رسید امید که درس امروزی را گرفته باشید اگر کدام سوال انتقاد پیشنهاد دارید میشه که همراه ما مطرح بشه